الحمد لله وكفى والسلام على عباد الذين اصطفى. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين. برادران و خواهران، امیهنان عزیز و گرامی، مهاجرین عزیز و هموطنان مهربان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشحال هستیم که بعد از مدت‌های مدید باز هم یک بار دیگر در خدمت شما برادران و خواهران عقیده و مسلمان حاضر شدیم و در رابطه با بعضی مسائلی که لازم بود صحبت شود در روی صفحه تلویزیون حاضر شدیم. امروز برنامه ای را برادران و خواهران عقیده ما در رابطه به مسائل صلح حزب اسلامی افغانستان که در این اواخر صحبت ها و اخبار از آن نشر شده، تصمیم گرفتن که برای وضاحت و روشنایی مسئله صلح در افغانستان و بخصوص صلح که حزب اسلامی افغانستان و اداره کابل در هان با هم در صحبت هستند، خدمتتان عرض بکنیم. پروگرام امروز ما 4 جزء می داشته باشه و قسمت اولش علت جنگ است که از 2001 به این طرف در خاک ما و بالای ملت نجیب و مؤمن ما تحمیل شده، این مسئله را به بررسی میگیریم. قسمت دوم فرضیت جهاد است که چرا مجاهدین مسلح افغانستان به جهاد مسلحانه، فرهنگیان افغانستان به فرهنگ جهادی و سیاسیون مسلمان افغانستان به مقاومت سیاسی و برادران دارا و اشتمن به جهاد اقتصادی میپردازند. و سوم خود صلح و اطراف درگیر در صلح که در این مسئله دخیل هستند و چرا صلح در افغانستان صورت نمیگیره. و چهارم موقف خارجی ها و اداره کابل در رابطه با صلح چی است. پنجم در صورت که دوستا و عزیزا کمک کنن، سوال های شما را اگر وقت ماند میگیریم و جواب میدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. برادران و خواهران عزیز، شما هم مطلع هستین که دولت امریکا و مختلفینش که عبارت از 48 کشور می بود و از در افغانستان عزیز لشکرکشی کردند. در سال 2001 بعد از حادثه 11 سپتامبر، اینا به قصد انتقام گیری بر ملت افغان یورش وحشیانه بردند و از اون روز تا امروز در افغانستان جنگ تحمیلی ادامه داره. و نظر به ارائه معلومات مقامات مختلف دنیا و مؤسسات معتبر دنیا، در افغانستان از او روز تا امروز زیاده از 150,000 افغان به شهادت رسیده مظلومانه و اضافه تر از 500,000 افغان زخمی شده و زیادتر از 1,000,000 در داخل افغانستان آواره و زیادتر از 4,000,000 مهاجر در کشورهای پاکستان، ایران و زیادتر از 150,000 مغز متفکر و جوان افغان
در با وجود غرق شدن در آبهای بحرها خودشان به کشورهای غربی رساندند از وضع نابسامان کشور ما. به این اساس جنگ در افغانستان ادامه داره و مشکلات روز به روز افزون میشه و متاسفانه راه حل از همه افغانهای عزیز گسیخته و راه حل نزدیک به چشم دیده نمیشه. امیدوار هستیم در این صحبت امروزی بتانیم بعضی از حقایقی که در کشور ما و در جامعه جهانی در رابطه با افغانستان حاکم است این خدمت هموطنان گرامی و عزیز خود مخلصانه صادقانه به هر برسانیم تا ای که بتانیم ما افغان ها اگر شده باشه رای حل جستجو کنیم که هم کشور ما استقلال و آزادیش اعاده شود، هم ملت ما از جنگ و خونریزی و افغان کشی نجات بیافه و هم دین ما از صدمات فرهنگی و دیگر عوارضی که متوجه کشور ما است نجات بیافه و در عین حال بتانیم با جامعه جهانی به حیث یک عضو جامعه از انسانهای دنیا و یک کشور مستقل و آزاد و سربلند روابط احسنه و نیک داشته باشیم. امید ما به می اساس است و کوشش داریم که ملت خود انسجام ببخشیم، مجاهدین با هم اتحاد کنند، افغانها با هم اتحاد کنند و صدای افغانی و مقاومت دلیرانی را که در این مدت 38 سال ادامه دادند و خصوصا در 15 سال اخیر با هم برادروار مورد بحث بگیریم و صحبت بکنیم و راه حل برش پیدا بکنیم. بعد از حمله امریکا مسلمانان مجبور شدند که یک بار دیگه دست به صلاح ببرند و از کشور و دین و آیینشان و ملتشان دفاع بکنند. سوال در اینجاست که چرا مردم افغان و خصوصا مجاهدین مسلح به مقاومت مسلحانه پیوستند و این مقاومت مسلحانه را برای اولین بار صدای جهاد یا فتوای جهاد برادر عزیز و ارجمند رهبر و قائد دو جهاد مسلحانه و سیاسی رهبر نهضت اسلامی افغانستان برادر عزیز و ارجمند انجینر صاحب حکمتیار امیر حزب اسلامی افغانستان در حال فتوایش صادر کرد و از مهاجرت به داخل افغانستان آمد که دیگران در او حالت از داخل کشور به بیرون در حرکت بودند. بمباردهای ناتو و همپیمانان امریکا وجب وجب افغانستان زیر بمبارد و انداختهای نظامی گرفته بود تا بتوانه که امارت اسلامی طالبان را از پای در آوره و حاکم شود در سرزمین افغانستان. این موقف ریشه اسلامی داره، در صدر اسلام این مسئله مطرح شده و هدایت هم شده به مسلمان ها. ببخشین قرآن عظیم الشان مثل که پیشروی مسینجا در سوره توبه در آیه 73 می فرماید به نبی علیه السلام به شکل خاص و به اما مؤمنین به صورت عام امر جهاد می فرمایم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها النبی جاهد الكفار والمنافقین واغلظ عليهم
وماواهم جهنم وبئس المصير. حکم جهاد صادر شد بعد از او که نبی علیه صلات و سلام مهاجر شد در مدینه منوره. بعد از صبر و حوصله کافی الله جل مجده او برش حکم کرد که باید به دفاع مسلمین به جهاد بپردازی. انبتانانی عزیز متوجه باشین که جهاد به خاطر تعرض صورت نگرفته، بلکه به خاطر دفاع از حریم اسلامی، شخصیت مؤمنین، عزت و آبروی خواهران و برادران مسلمان و در مجموع امت اسلامی صورت گرفته. ورنه نبی علیه الصلاه و السلام در مکه معظمه به جهاد نپرداخت، تنها جهاد نفس بود در او وعده، تنها مردم را دعوت برای اسلام بود. اما زمانی که مشرکین قریش عمله کردند و مسلمین در اطراف مدینه منوره به شهادت رساندند، الله جل مجده او بعد از او که دید که مسلمان ها آمده مقاومت و دفاع از عقیده و حریمشان هستند، به جهاد پرداختند. به می خاطر الله جل مجده او در آیت دیگر که 111 و 112 از قرآن عظیمشان در سوره توبه می فرمایم: بسم الله الرحمن الرحیم، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون وعدا علیه حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بعتم به وذلك هو الفوز العظيم التابعون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنعون عن المنكر والآفزون لحدود الله وبشر المؤمنين. در آیت اول الله جل مجده او فرمود: ای پیامبر، با کافران و منافقان جهاد کن و بر آنها سخت گیر، جایگاهشان جهنم است و چی بد سر نوشته دارند. در این آیت شریف در آیت 111 و 112 الله جل مجده او می فرماید که ترجمهش به این قرار است: خداوند از مؤمنان جانها و اموالشان را خریداری می کند که در برابرش بهشت برای آنان باشد، به این گونه که در راه خدا پیکار می کنند، می کشند و کشته می شوند. این وعده حقی است بر او که در تورات و انجیل و قرآن ذکر فرموده. و چی کسی از خدا به عهدش وفادارتر است؟ اکنون بشارت باد بر شما به داد و ستودی که با خدا کرده اید و این پیروزی بزرگ برای شماست. در آیه 112 مؤمنان کسانی هستند که توبه کنندگانند و عبادتکاران و سپاسگویان و سیاحت کنندگان و رکوع کنندگان و سجده آوران و آمران به معروف و نهی کنندگان از منکر و حافظان حدود الهی و بشارت بده به این چنین مؤمنان. همچنان الله جل مجده او در سوره توبه باز هم در آیت 19 فرموده که الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجات عند الله واولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمه منه و ردوان و جنات لهم فیها نعیم مقیم خالدین فیها ابدا ان الله عنده اجر عظیم. ترجمه: آیا سیراب کردن حجاج و آباد ساختن مسجد الحرام را امانند عمل کسی قرار دادید
که ایمان به خدا و روز قیامت آورده و در راه او جهاد کرده است، این اردو هرگز نزد خدا مساوی نیستند و خداوند گروه ظالمان را هدایت نمی کند. آنها که ایمان آوردند و اجرت کردند و با اموال و جانهایشان در راه خدا جهاد نمودند، مقامشان نزد خدا برتر است و آنها به محبت عظیم رسیدند. پروردگارا آنها را به رحمتی از ناحیه خیش و خوشنودی و باغهای بهشتی که در آن نعمتهای جاودانه دارند بشارت می دهد. امواره و تا ابد در این باغها و در لا بلای این نعمتها خواهند بود، زیرا نزد خداوند پاداش عظیم است. دلیلی که یار از روی قرآن عظیمشان قرائت کردیم این است که مبادا یک تعداد قلبهای مغرض فکر کنند که این عرفا را یا حزب اسلامی میزنه و یا از صحبتهای انجینر سبکمتیار است و یا این که داوود عابدی این عرفا را میزنه. و این خاطر از قرآن عظیمشان قرائت کردیم تا برادران و خواهران و سایر مسلمین، آنهایی که به خدا و رسولش و روز قیامت عقیده دارند، متوجه شوند که جهاد مسلحانه فرض است برای مسلمانان و مجبور هستیم برای دفاع از حریم اسلامی و عزت مسلمین ما به جهاد بپردازیم. به می اساس بود که مسلمان ها داخل جهاد شدند و تا امروز ادامه دارند. جهاد مسئله تعرض فیزیکی و جسمانی نیست، تعرض فرهنگی نیست، تعرض اشغال و اشغالگری نیست، بلکه جهاد بایستی یک وسیله برای آماده ساختن و بسیج ساختن امت اسلامی برای دفاع فرض گردانیده شده. قسمی که شما خود میبینین، افغانها در این 38 سال اخیر به هیچ کشور لشکرکشی نکردند. حتی همسایه های ظالمشان که از حقوق افغانها به اشکال مختلف خودشان مستفید شدن، اما افغانها نشدن. حتی به کشورهای نزدیک و پهلوی خود به جهاد نپرداختند. چی خاصا که به امریکا و اروپا و سایر کشورهای جهان قدم رنجا کنن و به جهاد بپردازن. بلکه 6 میلیون افغان مهاجر شد، 2 میلیون افغان در وقت روسا به شهادت رسید و اقلن 1 میلیون زخمی شد و متباقی هم یتیم، بیوه و از خانه و جا و کاشانه و آشانی خود بیجا شدن. اینا به خاطر دفاع از اسلام، به خاطر یزی که سرشان تعرض صورت گرفته بود، مثل امروز در افغانستان که تعرض صورت گرفتن، مردم مکلف هستن. به مو خاطر است که جهاد فرض عین و فرض کفایی داره. امروز چون تعداد مجاهدین کم است، بالای فرد مسلمان در هر گوشه و کنار از جهان جهاد فرض است و باید مسلمان ها به جهاد اتل توان اقدام بکنن. اگر نمی کنن، پیش خدا و رسول مسئول هستن. ای به این معنا نیست جهاد امید است که دوستا و عزیزای ما به اشتباه نگیرن. جهادی نیست که بیای یک نفر خدا در بین مردم انفجار بته و یا یک تعمیر بغلطانه و یا یک نفر بیگناه را، یا مردمی را که با ما در جنگ نیستن، او را به ضرر برسانه. امیدوار استم برادرها و خواهرای ما، هموطنان عزیز ما، جهاد به شکل اصلی از متن جهادی که خداوند جل مجده او در قرآن عظیم الشان هدایت داده از مزایا و معنایش استفاده بکنن. ما در شروع صحبت عرض کردیم که جهاد به منظور دفاع از حریم اسلامی و از دستاوردهای اسلام، عزت مسلمین و مؤمنین و حقوقی که خداوند جل مجده او برای از اونا داده، از او دفاع است. شما در دوران جهاد بر علیه روسها دیدین که
یک افغان حتی یک نفر هم در بیرون از کشور خود برش ضرر نرساندن و نه جهاد خود سر از او عملی کردن، بلکه در 14 سال جهاد با روسا و دولت کمونیستی وقت و منصوبینش فقط در داخل افغانستان به جهاد و مجاهدت پرداختن. امروز هم امو است. یک تعداد از دوستا ادعا میکنن که خوب اگر افغان ها حق جهاد داره، تنظیم مجاهدین القاعده در افغانستان چی میکنه؟ دولت اسلامی مجاهدینش در افغانستان چی میکنه؟ و به کرات تکرار میکنن که مردم چچنیا، مردم یوغور چین، مردم ازبکستان و تاجکستان و سایر بلاد اسلامی چرا در افغانستان آمدن و اینا می جنگن. خوب ببینین اینا هم مسلمان هستند. شما ببینین پیمان ناتو و وارسا را، اینا کشورهای متعدد از مسلمان و غیر مسلمان با هم یک جا کردن. 48 کشور جهان مسلحانه در افغانستان عملور شدند. 22 کشور دیگه مثل ژاپن و سایر هم اینا کشورهایی بودند که از نگاه لوجستیکی کمک و همکاری میکردن. ببخشید. و با هم متحدانه خواستن در افغانستان بجنگن. اینا به خود حق میتن، چرا دولت ها هستن، سرنوشت کشورها را به دست خود گرفتن، به نام پیمان های مختلف موافقات دارن و این موافقات نظریاتشان و اهدافشان متحدانه پیش میبرن و هر جایی را که دلشان شد اشغال میکنن و دولت هایشان سرنگون میکنن و به دلخواه خود هر نظامی را که خواستن حاکم میسازن. اینا ای حق دارن. سوال ما ای است، در حالی که خداوند مالک هستی هاست و همه انسان ها، حیوانات، نجوم و نباتات به خداوند سجده میکنه و مخلوق الله جل مجده هستند، به خصوص افغان های مسلمان و مجاهد و غیور که تاریخشان ثبوت ساخته که اشغالگری در این کشور کار نمیتن، اینا چرا حق نداشته باشند؟ در حالی که بی‌بزاحت هستن، در حالی که ضعیف هستن از نگاه امکانات و وسیله دنیا، پول و پیسه و سلاح‌های مدرن ندارن، اینا چرا این حق نداشته باشند که برادران و خواهران مسلمان خود در امر جهاد مختلف ابعاد قبلی که عرض کردیم استمداد بجویند و از اونا کمک بخواهند و در جهاد سهیم باشن اونا؟ چرا؟ چرا برادر مسلمان خود ما با کفار و کشورهای متعدد اجازه تجمع اعضاب میته اما برای افغانهای خود ما نمیته؟ برای افغان اجازه ازیره نمیته که از دیگر استمداد بجویه؟ کیو برای دفاع از ناموس، دین و وطن ازی قیام کده؟ مجاهدی که میره و خودش از زیر تانک اشغالگر انفجار میده، یا در قطعه عسکریش یا در پهلویش یا در جایی که به او ضرر میرسانه، او چی امتیاز شخصی داره؟ چی مکافات و امتیازات دنیایی برش میرسه؟ بجز از این که از الله میخواه. در مو آیت قبلی گفتیم که جان خدا و نفس خدا به الله فروخته و الله ازش را خریده در مقابل جنت. یک نفر 20,000 دلار معاش میگیره، میره با اشغالگرا یک جای میشه، در صحنه کشته میشه. بایست ترجمان یا عسکر یا هر چیز دیگه که است. یک نفر دیگه ای تجارت با الله میکنه. خدا فدای رای الله میکنه. من نمیدانم که کدامی از این امتیاز بهتر داره. مجاهدی که در رای الله و یا مجاهدی در رای 20,000 دلار. ببینین به این اساس است که درست است
که مشکلات، تکالیف، دردسرها و نابسامانی های در افغانستان حاکم است. اداراتی که در توسط اجانب در افغانستان حاکم شده، اینا نتانستن خدمتگار مردم باشند. امروز شما خودتان به زبان امی کشورها، از نشرات امی کشورهای حامی دولت‌های متعددی که در افغانستان به وجود آمده در یه آخر میشنوین که فاسدترین نظام اینا هستند، بدترین نظام اینا هستند. ادعا دارن که دموکراسی در افغانستان حاکم است. یک تعداد هموطنان دیگه ما هم بدون یزی که محتویات دموکراسی رو مطالعه کنن، آرزو دارن که در افغانستان دموکراسی حاکم شوه، دموکراسی بدون دموکرات. آیا شما میتونین که در امریکا کسر سرمایه‌دار بگوین در حالی که او خودش پول خرج خانه خود نداره؟ به مخاطر است که خود سیاسیون امریکا میگه که تمام نظام امریکا برای 1% مردم کار میکنه که او عبارت از سرمایه‌دارای از این کشور است. پس شما چطور دموکراسی را در افغانستان حاکم میسازین در حالی که دموکرات ندارین؟ شما بفرمایین، بگوین که در مابین اداره کابل امروز کدامش دموکرات است؟ از رئیس جمهور گرفته تا باقی. آیا دموکراسی امی است که 8 میلیون انسان رای داد اما یک شخص، آقای جان کری وزیر خارجه دولت امریکا، رفت و یک موافقه سیاسی را بین دو گروه برنده و بازنده امضا کرد، یکی را رئیس جمهور ساخت و دیگر را خلاف قانون اساسی که آرزو دارن مجاهدین از او متابعت بکنه، ملت از او متابعت بکنه، فرد افغان به او احترام بگذاره، و در حالی که یک ماده قانون اساسی در افغانستان عملی شده و باقی همه 193 ماده دیگه از او 192 ماده دیگه از او پایمال شده نظر به اعلان یک هفته قبل. بدون احترام به این قانون اساسی ریاست اجرایه درست کردن. آیا این ریاست اجرایه در قانون اساسی ملت جای داره؟ قانونی است؟ و بعدش هم برای 2 سال ایره گفتن، بازم آقای جان کری رفت و ایره به 5 سال تمدید کرد. کجای ازی قانونی است؟ کجای ازی به دموکراسی میمانه؟ آیا دموکراسی همی است که 8 میلیون انسان در حال رای بتن که انگشتانشان بریده شد اما رای از اونا نادیده گرفته شود؟ اگر هدف از این است که حکومت وحدت ملی باشه، آیا سایر ملت مجاهدین از این ملت نیستن؟ مردم در مجموع کی را انتخاب کرده؟ امروز کسی که رای داده میفهمه که آیا رایش به موافق کی بوده، به آقای غنی و یا آقای عبدالله؟ پس خود که اداره کابل یک حکومت غیر قانونی است که سر ملت افغان تحمیل شده به خاطر حفظ منافع اجانب، و در حالتی که اداره و حکومت سر مردم تحمیل شده که خود کشورهای خارجی میگه که فاسدترین اداره دنیا امی است، در افغانستان است. به این اندازه فاسد است اداره که تمام امکانات کمک هایی که برای ملت افغان باید از طریق جامعه جهانی بیاید، در جلسه یک هفته بعد بروکسل به این منحصر شده که فساد از جامعه افغانی دور شود. هموطنان ما متوجه میشن که فساد اینقدر حاکم شده در ام ابعاد کشور که شرط شده تا ای از بین بره، و توقع دارن که در این رابطه مسلمان ها هم سر به می امکانات بتن و تسلیم شوند به می شرایط
و در همی فساد خودشان هم شناور شوند. آیا ظلم نیست؟ آیا این ظلم نیست که جنرال دوستم را که معاون آقای غنی است و زمانی که آقای غنی به سفرهای خارجی میه مثل امروز که در تاجکستان است خطبه به نام آقای دوستم خوانده میشه، اولو الامر کل افغانستان جنرال دوستم است، در حالی که خود امریکا یک هفته قبل با آقای دوستم ویزا نداد که در ملل متحد بیایه و راجع به مواد مخدره صحبت بکنه. شما فکر کنین که کی سرتان حاکم است؟ چطور امکان داره که یک نفر لیاقتی از ایره نداشته باشه که در خاک امریکا داخل شوه اما در افغانستان اولو الامر باشه، سلاح کالای نظامی به جان بپوشه و بره به جنگ مسلمان ها و اعلان کنه که تا کابل نمیرم تا که من مجاهدین ختم نکنم؟ او هم پرده پوشی بود به خاطر ازی که اجازه نداد کانگرس امریکا که او داخل شوه در امریکا. نلا این بزرگایش است، از او پایینه بسنجن که چی حال دارن. اینا باید نمونه باشن بر ملت افغان، اولو الامر باشن، خطبه به نام ازنا خوانده شو. آیا خطبه به نام ازنا خوانده میشه؟ پس میبینین دوستا و برادران و خواهران عزیز که شرایط فعلی در افغانستان قسمی نیست که ما امیدوار آینده درخشان بر ملت خود باشیم. هی وضع ملت ما را به نابودی میبره. اگر بیاد داشته باشین چند سال قبل صحبت داشتیم با زهره یوسف که امروز سخنگوی خانم آقای غنی شده، با وجودی که مخالفت خود صدها بار با اداره کابل اعلان کرد اما امروز سخنگوی خانم رولا غنی شده. برحال مربوط خودش است. در اونجا ما صحبت کردیم، گفتیم که جنگ های سه مکتبه که عبارت از کمونیسم، کپیتالیسم و اسلام بود در زمان که دنیا سه قطبی بود، به پنج جنگه به بین طرف ارتقا یافته و او جنگ های دینی و مذهبی است. ببینین در دنیا امروز یهودیت، نصرانیت، بودائیزم، لایک بودن یعنی بلا تشبیه به خدایی و اسلام طرف است. شما به امر ما نشان بتین که در کدام کشور مسیحی و یهودیت جنگ است به جز مسلمان. اگر خانه و ایران میشه از مسلمان است، اگر مهاجر میشه مسلمان است، اگر ناموسش تجاوز میشه سرش مسلمان است، اگر بچه خورده در قلب کابل بهش تجاوز جنسی صورت میگیره و در پله های زینه کلاب سپورتی القاویز میشه مسلمان است، اگر عباسین مجاهد طفل به اختطاف میشه و سرش بریده میشه هم مسلمان است، و اگر در سوریه میلیون ها انسان بیجا میشه مسلمان است. میبینین که منافقین ایران، دولت ایران با تمام منافقتش در پهلوی کفار استاده و مسلمان ها را میکشن. در عراق مسلمان ها را میکشن. جدید هفته گذشته عسکر امریکا در یمن تا شد، مسلمان ها میکشن. در سومالیا مسلمان ها میکشن. در برما مسلمان ها را سوختاندن، در دادن، در روی تاوه ها پختشان کردن، عکسایشان در اینترنت هست. امثال هم. پس شما خودتان فکر کنین که اگری توطیه بر علیه اسلام نیست، حتی به نبی علیه صلات و سلام اهانت کردن، یعنی هیچ نوع میاره بر اسلام زدائی وجود نداره پیش از یا، در حالی که مسلمان ها با وجود تمام ظلم که سرشان صورت میگیره از حدود جهاد پا بیرون نگذاشتن،
درست است. یک تعداد از احساسات، از این که نهایت درجه خود بیچاره فکر کردن، اعمال و کردار را صورت دادن که در چوکات اسلام جای نداره. اما او خیلی استثناست، منفرد است که ما او را تقبیه میکنیم. اما متاسفانه اینا در راس دولت ها به نمایندگی از ملت های مظلوم خود سر ملت ما ظلم میکنند، سر ملت اسلام، سر امت اسلامی ظلم میکنند. پس این جنگ ها به این سادگی نیست برادرها و خواهرای عزیز. جنگ ها به این معنا نیست که چون حکومت طالبا وجود داشت و باید از بین می رفتن. درست است که نظام های مستکبر، نظام های بیدین، نظام هایی که ساخته دست بشر به شکلی باشه که به نفع بشر نباشه و امثال هم و امثال هم و امثال هم نمیتونه در جامعه بشری بقا بیاره. اما به این بربریت و وحشتی که در دو ماه اول 25,000 مسلمان افغان از زیر بمهای B-52 کشتن، این انسانیت است؟ این شرافت است؟ آیا طالب قدر بد بود که 25,000 افغان باید به شهادت میرساندن تا که حاکم میشدن در کشور ما؟ نه برادران، رازهای نهفته دیگه در یرکات و امکانات نظامی موجود است و باید به او عمیق فکر کرد. باید متوجه شد که امروز آرزوی زناهی است که دین اسلام از بین ببرند. اما خداوند حافظ دین خود است، حافظ مسلمان ها، در صورت که مسلمان ها صادق و صالح باشن انشاءالله حافظشان خداست. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خداوند مدافع و کسایی است که ایمان آوردن. ما مسلمان هستیم، به قرآن عقیده‌مند و شدید پابند، بر آیه و بر حکم الله جل مجده و سنت نبی علیه السلام پابرجا هستیم و مطمئن استیم که انشاءالله آخر کامیابی از آن مسلمان است. درست است که این بود خارجی مسائل است. در بود داخلی مسئله ما مسلمان ها هم مسئولیت هایی داریم. ما مسلمان ها هم نتانستیم هم دیگر بپذیریم بیس برادر، بیس مومن، از خطا و اشتباه یکی دیگه خود، قسمی که نبی علیه صلات و سلام مکن فرموده 70 دلیل برش پیدا کنیم تا ببخشیمش، تا بگذاریم. ما مسلمان ها هم یکی بر علیه دیگه چنان از شدت کار میگیریم که حتی نمیتونیم بپذیریم هم دیگر، حتی عزت و آبرو یکی دیگر نمیتونیم که حفظ بکنیم، در حالی که عزت و حفظ ناموس و حریم فامیل و خانواده هر فرد، خواه مسلمان باشه خواه نباشه، باید کرامتش حفظ شه. دلیلی که امروز کفار و مشرکین و منافقین در جوامع بشری حاکم شدن و خصوص در جامعه اسلامی حاکم شدن، علتش به اتفاقی خود مسلمان هاست. واقعا اگر ما توطئه های خارجی ها را متوجه می شدیم و جنگ های بعد از پیروزی جهاد اسلامی بر علیه مفکوره کمونیسم تاریک و سیاه حفظ می شد، امروز ما به این سرنوشت دوچار نبودیم. اگر برادران مؤمن و مسلمان ما که به نام تاریک طالبان یاد می شدن، بعضی اشتباهاتی که ازشان رخ نمیداد، امروز ما به این حال متوجه نمیشدیم. اگر تنظیمای جهادی و احزاب جهادی و گروه های جهادی و سازمان های جهادی متوجه مسئولیت آینده کشور میشدن، متوجه مسئولیت خود میشدن در آینده کشور، ما امروز به این سرنوشت دچار نمیشدیم.
به می شکل در سراسر جهان اسلام. پس به این اساس قضایای افغانستان ابعاد بین المللی، منطقوی و محلی داره. همسایه‌های افغانستان رو ببینین، به چی ظلم، به چی استبداد، به چی ناروایی، به چی بی‌شرمی در امور داخلی افغانستان مداخله دارن. همش، هیچ کدامش به نفع ما کار نمی کنه. هیچ کدامش آرزو نداره این ملت سرشار را که سرشان حکومت کرده تا دلی و نیشابور تا مشهد حکومت کردن، آرزو ندارن که ما را باز سربلند و آزاد و مستقل ببینن. قصر میرویس نیکه هنوزم در اصفهان است. حکومت شمال افغانستان در ماوراء النهر از امیر افغانستان هدایت خارجی خود می گرفتن. پاکستانی وجود نداشت، بلکه ما با دلی سر دلی حکومت می کردیم. همین دلیل است که کشورها نمی خواهی افغانها آزاد و مستقل باشه. می فهمه که قوم در این منطقه عقاب هستند. اینا همه منطقه را زیر نگین خود، اما تو که کشورشان بلند است، بام جهان است، اما تو خود ملتش هم سر بلند است. به می خاطر است که هر افغانی که سر خود بلند میکنه از یک طرف کوبیده میشه. مهم نیست به چی عقیده. پس میبینیم که هم جهان بر علیه ما به خاطر منافع خود در افغانستان جنگای تحمیلی را حاکم ساخته، هم همسایه های ما ما را پایای ما را قطع کرده رئیس، و هم ما خود ما وسیله شدیم که اینایی احکام شوم خدا، اهداف شوم خدا برآورده کنند سر ما. به این اساس است که ما باید به خود بیاییم. اگر به خود نبیاییم و فقط از طریق تلویزیون ها هم دیگر بکوبیم، از طریق ایمیل ها یکی به دیگر ناسزا بگوییم، همی حال است. فارسی مثل است، میگه امی آش است و امی کاسه. آیا فکر میکنین از طریق اینترنت ها و تلویزیون ها و فحش دادن ها مشکل افغانستان حل میشه؟ یک لحظه بیندیشین. یا در هی مشکل حل میشه که ما معقولانه صحبت بکنیم، ما متوجه شویم و ببینیم که مسئولیت دینی و ایمانی و ملی ما چیز. غلبه عقل بهتر است یا تغلب نظامی؟ غلبه قوت و قدرت وقتی صورت میگیره که ما مردم به حقل و منطق جواب بتیم، تا او با ما شوه، قلبش از ما باشه. اسلام برزی آمده که قلبها را تسخیر بکنه، نه جغرافیا را. هدفش از تسخیر جغرافیا هی است که مسلمان آزاد در اراده و عملش بگذاره، اما این آزادی مطلق نیست. در قرآن عظیمشان در سوره الرحمن شما میخوانین که ستاره ها و درخت ها سجده میکنه به الله جل مجده. وقت ستاره ها و درخت ها آزاد مستقل مطلق نباشند، انسان با این زیبایی، با این اشرف مخلوقات و با این پیچیدگیش چطور میتونه مطلق آزاد باشن؟ دموکراسی را که میخواین در افغانستان حاکم بسازن یعنی مردم سالاری، و ما مردم سالاری را در ایجاد حکومت وحدت ملی دیدیم که اراده مردم اصلا ارزش نداشت. مردم سالاری تا آن جایی که با حدود الله تکر نکنه، از حدود الله خارج نشه، بجز الله جل مجده هیچ موجوده به شمول آسمان ها و زمین آزادی مطلق نداره. علم امروز ثابت ساخته که زمین پهناور شده میره، اما این پهناور شدنش، این بزرگیش به امر الله جل مجده است، نه به صلاحیت خودش.
در دموکراسی که ما آرزو داریم یک تعداد، البته مانی یک تعداد آرزو دارن که توتیوار کاپی کنن و در افغانستان بیارن، مرد با مرد و زن با زن ازدواج میکنن، در حالی که در اسلام بر ازو جزا تعیین است. پس اگر میخواین دموکراسی غربی را در افغانستان حاکم کنن، به این آماده باشن که فردا پسرشان داخل شوه با یک نفر و بگه این شوهرم است. به این هم آماده باشن که سبا دخترشان با یک دختر داخل شوه بگه این دختر یا خانمم است یا شوهرم است. چرا این دموکراسی است؟ آیا روز نمیبینیم در غربی را؟ پس مسلمان اگر به خدا عقیده داره، اگر به سنت نبی علیه الصلاه و السلام عقیده داره و عمل میکنه، آزادی مطلق نداره. آزادی ما مقید به حدود الله است. هر کسی که از خارج میشه کافر است. پس اگر کسی کافر و مرتد شده، صحبت ما طرف از اونا نیست. شما میفهمین که قرآن عظیم الشان تا به مؤمنین خطاب میکنه. کی مؤمنین؟ اگر شما نماز بخوانین، حج بروین، صدقه بتین، خیرات بتین، اعمال صالح داشته باشین، اما اگر زکات نتین، شما در آخرت از جمله کفار حساب میشین. و شرط برادر بودن مردها را با هم این میدانه که نماز برپا کنه و زکات را کنه. او مسلمان برادر ماست. و می دلیل بود که حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله عنه بعد از رحلت نبی علیه صلات و السلام جهاد بر علیه یک تعداد مسلمان های یمن اعلام کرد، به خاطر ازی که اونا از دادن زکات عبا بیوردیدن. پس آیا مسلمان میتونه در اراده و عقیده خود آزاد باشه؟ آیا میتونیم دموکراسی غربی را در افغانستان بایست یک جامعه اسلامی تطبیق بکنیم؟ اگر عقیده ذره ای در قلب ما باشه، اگر از هدایات قرآنی ذره ای به قلب ما نشسته باشه، ما نمیتونیم دموکراسی غربی را حاکم بسازیم. بله میتونیم. بسیار چیزهایی را در جامعه غربی است که ما او را اگر در اسلام مطالعه کنیم، از اسلام گرفته شده. امی کمک های ولفیر یا سوسیال و یا کمک های دولتی که برای یک تعداد مهاجرین میشن، این عملی در وقت حضرت عمر رضی الله عنه به وجود آمده. این چیز نوی نیست که بعد از قرن 18 انقلاب صنعتی اروپا و ایجاد امریکا و سایر بلاد به نام دموکراسی به وجود آمده باشه. نه خیر نه، بلکه در بلاد الاسلامی 1420 چند سال قبل، یعنی در دوران امارت خلافت حضرت عمر رضی الله عنه عملی شده. اما ماهایی که معلومات نداریم، ماهایی که زحمت نکشیدیم و از دین چیز نیافتیم و از زندگی صحابه کرام رضی الله اجمعین چیزی یاد نداریم، توتیوار کاپی میکنیم، میگیم امریکا یا فلان مملکت بسیار خوب جامعه است که اینو تو غم مردم خدا میخوره. تعداد دیگه مثال میده که جوامع اسلامی اگر دین اسلام قدر خوب است، چرا پیشرفت نکرده؟ چرا مجبور هستن که بیاین در دامن غرب؟ سوال بسیار خوب است، انتقاد بجاست. ایره به خود ببینیم، ایره به خود ببینیم. من که غریب هستم، در کار خود اگر صفایی یک اداره بوده چقدر صادق بودیم. ایره در عمل روزانه خود، در معاملات خود با همه مردم و خواه مسلمان خواه غیر مسلمان ببینیم. حضرت عمر رضی الله عنه دست پیرزن و پیرمرد یهود میگیره و میخواه برسانش به خانش. آیا ما این کارا رو کردیم در عقل مسلمان؟
های ما هم چون امکانات را میسر کردیم، معلوم دار جوامع اسلامی مشکلات داره. ما هرگز ادعا نکردیم که نظام های فعلی که در دنیای اسلام حاکم است اینا نظام های اسلامی هستند. که کشانو مثال بتیم، فلان مملکت مسلمان است، نظامش اسلامی است. متاسفانه هم چو الگوی نداریم. اگر روی پردای تلویزیون به نام دولت اسلامی حرکات و سکنات را میبینین، اینا پدیده شوم امی ابتکارات غرب است. ورنه پیش از 2003 عراق بیال بود. صدام حسین را با وجود تمام خباستش اعدام کردن به خاطر که 150 زندیق اعدام کرده بود. امروز به هزارها 150 مسلمان به اعدام کشانیدن. معلوم دار وقتی که صدر اعظم ایتالیا یک ماه پیش از جنگ لیبیا 80 میلیون دلار از قذافی میگیره بر انتخابات خود، و یک ماه بعد تیاره های فرانسه ایتالیا و فرانسه اولین کسایی میباشه که بمبارد شروع میکنه سر لیبیا و محمد قذافی را از یک غار میکشن و به اعدام اسپارن، میکشنش به خاطر که اسرارشان به دنیا نرسن. معلوم دار وقتی که یک ملت نظامش مختل بسازی در یک خانواده، اگر نظامش مختل شو آیا اونا میتونن بعد از او برقرار باشن؟ هرگز نه. پس پدیده ای که امروز به نام دولت اسلامی به وجود آمده و دنیا بر علیه از او میجنگه، مولود ارمال و کردار از ایناست. به این اساس از برادران و خواهران که باید ما یک ذره مسائل عمیق‌تر متوجه باشیم. دلیل امی که ما به این شکل میاییم بعضی صحبت ها رو میکنیم بیرون از شکل مصاحبه، این است که مسائل در از همقش، از تهدابش، از اصول و مبدعش مطرح نمیشه. زیادتر سیاست های ما عکس العملی می باشه. یک شخص یک کار میکنه و ماها در انعکاسی از او عمل نشان میدیم. بلکه اگر ما میخواهیم جامعه جور کنیم، اگر ما میخواهیم خانواده ای از اسلام جور کنیم، و اگر ما میخواهیم صلح و برادری و اخوت حاکم شوه، باید مسائل از بنیادش متوجه باشیم، از بنیادش درست کنیم. شما نمیتونین با تهداب کج دیوال راست آباد کنین. یکی او است که ما تصمیم گرفتیم که صدای ما به مردم برسن و مردم بگوید که آقای عابدی یا متکلم خوب است یا بدترین آدم است. یه امون نفس خود ما است که آرزو دارم. به هر حال ما باید به بریک بریم. به تلویزیون اینجا وقفه داره. انشاءالله در بخش دوم مسائل سیاسی صلح را صحبت میکنیم و فعالیت هایی که شورای صلح ملت افغان و ما خود ما بعیس نماینده حزب اسلامی افغانستان در امریکای شمالی و سایر برادرها با همکاریشان انجام دادیم. انشاءالله خدمتتان میرسانیم، گپ میزنیم، صحبت میکنیم و اگر وقت داشته من سوالای شما را میگیریم و خواهشمند هستیم کسانی که آرزو داره که برنامه ما برای یک ساعت زیادتر دوام کنه و سوالها و همه چیز بگیریم، به نمره که روی پرده تلویزیون است تلفن بکنن و ای را تقویت ببخشن، کمک کنن که این صحبت ها به شکل عمیقش ادامه کنه و سوال های شما هم جواب داده شود. به این اساس من شما تشکر میکنم که تا این لحظه را گوش کردین صحبت های مرا. خدا کنه که چیزی نگفته باشیم که آری از حقیقت باشه و
دور از حقایق باشه و خاطر شما رنجیده شده باشه. هدف ما این نیست که کسی برنجانیم، هدف ما این نیست که کسی توهین بکنیم، هدف ما فقط از این است که خود و دیگران را متوجه بسازیم که مسلمان ها در مجموع تحت ضربات کشنده کفار و مغرضین قرار گرفتن، منافقین به نام دین، به نام مسلمان با اونا یک جای شدن و میخواین در اصل عقیده اسلام را بکوبن. مسلمان هایی که تا دندان مسلح شده امروز، سلاحشان از بین ببرن. مسلمان هایی که مسلح شدن در جنگ های عراق و سوریه و لیبیا و یمن به میلیاردها دلار سلاح از غرب خریده شده بود، همه از امروز به دست مسلمان ها و جوانانشان افتاده و از او خاطر است که جنگ ها هم شدت گرفته و دفاع جهاد اسلامی قوی تر شده و الحمدلله مسلمان ها امروز بسیار قوی تر از دیروزشان هستند. چرا سلاح مدرن و عقیده راسخ اسلامی در قلب ها و مغزا و فکرهایشان حاکم شده. جوانان مسلمان بیدار شدند، مسلمان ها بیدار شدند، از خواب غفلت برآمدند. افرادی که به 26 سال مثل حسین مبارک به نام رئیس جمهور سرشان پاچایی میکرد از بین رفتند و دموکراسی را در مصر دیدیم که محمد المرسی دکتر و حافظ قرآن است، چه رقم در زندان بردن و اعدام میخواهند بکنند در حالی که 70% مردم به اشرای داده بود. آیا او دموکراسی نبود؟ به هر حال دوستان و عزیزان، انشاءالله لحظه بعد در خدمتتان می باشیم. امید است که تا او وقت با ما باشین و شبکه پیام افغان تقویت بکنین. یگانه شبکه است که صدای مسلمان ها به خوبی از اینجا می برای و شما تشویق بکنین، کمک بکنین و ما از این شبکه قلبا تشکر می کنم از این که تانستن بگذارن که مسلمان ها هم نظر خود به جامعه خود و به مردم خود برز برسند. امیدوار هستم لحظه صبر بکنین، انشاءالله ما پس در خدمتتان قرار میگیریم.